دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با هم دیگه در مورد سومی مقطع مخروطی که سهمی هستش یاد بگیریم گفتیم که سهمی یک همچین شکلی داره و مقطع مخروطی هستش که از تقاطع صفحه که با مولد یک مخروط موازیه و اون مخروط به دست میاد همچنین به لحاظ هندسی میشه نشون داد که یک سهمی مکان هندسی نقاطی هستش که از یک نقطه و یک خط فاصله شون مقدار ثابتی هستش به این نقطه کانون سهمی گفته میشه و معمولا اون رو با حرف F نشون میدیم و به این خط هادی سهمی گفته میشه و معمولا با حرف یونانی دلتا نشونش میدیم خب حالا ما هر نقطه روی این سهمیمون بگیریم مثلا این نقطه رو اگر بگیریم اگر فاصلش از کانون سهمی مقدار آ باشه فاصلش از خط هادی هم دقیقاً آ هستش یا هر نقطه دیگه ای رو اگر روی مون بگیریم مثلا این نقطه اگر از کانون فاصله B داشته باشه از خط هادی هم دقیقا فاصلهش B هستش گرچه روی شکل من این فاصله به نظر بزرگتر میاد اما در عمل واقعا این فاصل یکی هستن برای یک سهمی واقعی خب یک تعریف دیگه هم که در مورد سهمی خوبه بدونید این پایین ترین نقطه سهمی بهش رأس سهمی گفته میشه پس این رأس سهمی هستش خب حالا بیاید با هم دیگه سعی بکنیم و معادله یک سهمی رو به دست بیاریم. سهمی که میخوایم معادله‌اش رو به دست بیاریم ف... بیاید فرض بکنیم که قانون سهمیمون f مختصات صفر و a رو داره. و رأس سهمیمون که من اینجا با حرف V نشونش میدم در مبدع مختصات هستش یعنی مختصاتش صفر و صفر هستش پس این بیایید فرض کنیم که رأس سهمیمونه و کانونش هم توی نقطه صفر و آ هستش دقت بکنید که من اینجا هیچ فرضی در مورد مثبت یا منفی بودن آ نکردم پس آ هم میتونه مثبت باشه و هم میتونه منفی باشه خب اول بیاد ببینیم که این سهمی تقریبا چه شکلی میشه من طبق معمول اینجا محورهای مختصات قائممون رو میکشم این x و این هم y و بیاید فعلا فرض بکنیم حالت a بزرگتر از صفر رو در نظر بگیریم حالت A بزرگتر از صفر رو اجازه بدید من یه خورده اینجا دو چهار مشکل شدم خب حالت A بزرگتر از صفر رو بیاید در نظر بگیریم که اون وقت نقطه قانون را... کانون سهمیمون یک همچین جایی خواهد بود به مختصات صفر و آ و رأس سهمیمون هم که خب اینجا هستش خب یک همچین سهمی پس تقریبا قراره که یک همچین شکلی داشته باشه درسته یک همچین شکلی قرار سهمیمون داشته باشه با این اوصاف به من بگید که خط هادی سهمیمون کجا باید باشه چه جور خطی باید باشه درسته باید یک خط افقی باشه و تقریبا همچین جایی باید باشه خط هادیمون و معادله این خط چی باید باشه ببینید اگر این رأس سهمیمون رو نگاه بکنیم فاصلش تا کانون آ هستش پس این فاصله هم دقیقا باید آ باشه درسته پس این خط افقی که حادی سهمی ما هستش باید معادله وای مساوی با منفی آ داشته باشه درسته چون خط افقی همیشه معادلش وای مساوی یک مقدار ثابت هستش و این مقدار ثابت هم در اینجا برای ما منفی آ هستش چون طبق تعریف باید فاصله رأس سهمیمون از خط هادی و از کانون با همدیگه مساوی باشه خب حالا بیاید سعی بکنیم معادله سهمیمون رو با همدیگه به دست بیاریم طبق معمول چیکار کار میکردیم همیشه میومدیم یک نقطه دلخواهی رو در نظر میگرفتیم فرض میکردیم که مختصاتش x و y هستش و میومدیم تعریف اون مقطع مخروطی دلخواهمون رو می نوشتیم و از روی معادلاتی که به دست می اومد بعد از ساده کردن معادله اون مقطع رو به دست می آوردیم خب این نقطه x و y طبق تعریف قرار هستش که فاصلش از کانون سهمی با فاصلش از خط حادی سهمی با همدیگه مساوی باشن خب این دو تا فاصله رو بیایید ما بذاریم اسمشون رو L1 و L2 خب L1 مساوی چی هستش؟ فرمول فاصله رو که دیگه حتما همتون خاطرتون هست از میخوام این L1 هستش که الان داریم می نویسیم L1 مساوی هستش با رادیکال معلفه X نقطه اول منهای معلفه X نقطه دومون که کانون سهمیمون هستش و معلفه xش مساوی سفره به توان دو به علاوه ی معلفه وای نقطه اول منهای معلفه وای نقطه دوم به توان دو خب این از L1 و L2 چی هستش؟ L2 همونطور که روی شکل میبینید این نقطه ای که ما از اینجا یک خط عمود رسم کردیم به خط هادی سهمیمون این نقطه مختصاتی به صورت X و منفی آ داره چون مقدار وایش که منفی آ هستش چون روی خط حادیه و مقدار ایکسش دقیقا با ایکس این نقطه ای که روی سهمی هستش یکیه چون خط عمودی ما رس کردیم پس فاصله این دوتا رو میتونیم بنویسیم چی؟ رادیکال ایکس منهای ای ایکس به توان دو به علاوه یه چون هر دو نقطه معلفه ایکسشون یکیه به علاوه وای منهای های منفی آ که میشه وای علاوه آ به توان دو خب این جمله اول که اصلا صفر هستش چون ایکس من های ایک صفر هستش پس ال دو مساوی با چی میشه رادیکال وای علاوه آ به توان دو که رادیکال یک چیزی به توان دو میشه قدر مطلق اون چیز یعنی هست قدر مطلق وای علاوه آ درست هستش خب یه خورده من از صفحه زدم بیرون بذارید این این پایین براتون بنویسم ال2 مساوی با قدر مطلق وای به علاوه آ خب آم. حالا ما میخوایم طبق تعریف ال1 با ال2 مساوی باشه درسته پس از این نتیجه میگیریم که داریم رادیکال خب x منهای صفر به توان دو که میشه خود x2 به علاوه وای منهای آ به توان دو باید مساوی باشه با قدر مطلق وای به علاوه آ درسته؟ خب حالا طبق معمول وقتی توی یک معادله رادیکال داریم برای ساده کردنش چیکار کار میکنیم؟ دو طرف رو به توان دو میرسونیم دو طرف رو به توان دو اگر برسونیم سمت چپ تصاویمون میشه x دو به علاوه وای منهای آ به توان دو مساوی هستش با سمت راست قدر یه چیز به توان دو میشه خود اون چیز به توان دو یعنی دقیقا وای علاوه به علاوه آ به توان دو خب برای اینکه یه خورده بیشتر بتونیم این رابطه رو ساده بکنیم بیاید بس بدیم دو تا توان دو وای رو خب خواهیم داشت x2 به علاوه وای منهای آ به توان دو میشه چی؟ میشه وای دو به علاوه آ دو منهای دو آ وای و در سمت راست وای به علاوه آ به توان دو میشه وای دو به علاوه آ دو به علاوه دو آ خب حالا بینید که خیلی چیزا از دو طرف الان ساده میشه وای دو و وای دو ساده میشه آدو و آدو هم با هم دیگه ساده میشه و این جمله منهای دو آ رو الان میتونیم ببریم به سمت راست تصاوی و نهایتا خواهیم داشت چی؟ بذارید با یه رنگ دیگه براتون بنویسم خواهیم داشت x2 مساوی هستش با چهار a y پس این معادله استاندارد یک سهمی هستش به رأس مبدع مختصات و کانون صف و آ دقت بکنید که درست ما اینجا شکلمون رو برای حالت آ بزرگتر از صف کشیدیم اما اگر آ کوچکتر از صف هم بود دقیقا همه معادلاتی که اینجا نوشتیم عینا صادق بود و همین معادله استاندارد رو برای سهمی که آ کوچکتر از صف هستش هم به دست می آوردیم پس این معادله هم برای آ بزرگتر از صفر صادقه و هم برای آ کوچیکتر از صفر خب فرق این دو حالت چیه دقت کنید حالت آ بزرگتر از صفر رو که اینجا شکلش رو کشیدیم یک همچین سهمی هستش رو به بالا من اینجا کوچیک براتون میکشم و اینم محورهای از میخوام این خط هادی و این هم کانونش هستش حالت آ کوچیکتر از صفر چه فرقی داره دقیقا اگر آ کوچیکتر از صفر باشه این ای میمونه که ما جای کانون و هادی خط هادی رو با هم دیگه عوض کردیم یعنی کانون سهمیمون میاد این پایین و خط هادی میاد بالا پس سهمیمون به جای که رو به بالا باز بشه برای حالت آ کوچیکتر از صفر رو به پایین باز میشه و اینجا خواهد بود کانون سهمیمون و این خط خواهد بود خط هادی سهمیمون خب تا اینجا در مورد سهمی های ایستاده یا افقی با همدیگه صحبت کردیم و معادله استانداردشون رو تونستیم به دست بیاریم بیایید بریم توی یک صفحه جدید و در مورد سهمی های افقی یا خابیده هم یک کمی با همدیگه صحبت بکنیم خب من برای اینکه یک کمی تو وقت صرف جویی بکنم قبل از اینکه شما بیاید محورهای مختصاتم رو کشیدم حالا میخوایم در مورد سهمی های افقی صحبت بکنیم فرض کنید که سهمی رو میخوایم با هم دیگه معادلش رو به دست بیاریم که کانونش اف مختصات آ و صفر رو داره این بار دقت کنید که دفعه پیش صفر و آ بود مختصاتمون یعنی نقطه F روی محور وای ها قرار داشت این بار نقطه F روی محور ایکس ها قرار داره و رأس سهمیمون همچنان نقطه صفر و صفر یا همون مبدع مختصات هستش این دفعه پیش اینجا هم هم آ میتونه بزرگتر از صفر باشه و هم آ میتونه کوچیکتر از صفر باشه خب به من بگید این نقطه F و صفر کجا میفته یک همچین نقطه اگر فرض کنیم که آ بزرگتر از صفر هستش این نقطه آ و صفر خواهد بود آ و صفر خب و رأس سهمیمون هم که یک همچین نقطه ای هستش پس سهمیمون به دست راست باز خواهد شد یعنی همچین شکلی خواهد داشت تقریبا سهمیمون و خط حادی سهمیمون کجا خواهد بود این دفعه پیش با همون استدلال چون فاصله رأس سهمیمون یا هر نقطه دیگه ای باید از کانون سهمی و از خط هادی مقدار ثابتی باشه پس خط هادیمون یک خط عمودی خواهد بود به یک همچین شکلی و معادله این خط چه خواهد بود؟ خواهد بود چون خط عمودی هستش معادلش هست x مساوی یک مقدار ثابت و اون مقدار ثابت در اینجا منفی a هستش چون این فاصله باید a باشه و این فاصله هم که میدونیم a هستش پس این خط باید معادله x مساوی منفی a داشته باشه خب حالا این دفعه پیش اگر بخوایم معادله این سهمی رو به دست بیاریم میایم یک نقطه دلخواه x و y در نظر میگیریم روی سهمیمون و میگیم که خب باید فاصلش از خط هادی و کانون سهمی مقدار ثابتی باشه مجددا این رو میتونیم ال 1 و یکی فاصله رو L2 نامگذاری بکنیم L1 برابر خواهد بود با چی؟ رادیکال معلفه X نقطه اول منهای معلفه X کانون سهمی که A هستش به توان دو به علاوه معلفه x نقطه اول من معلفه y نقطه اول از میخوام من های معلفه y کانون سهمی که صفر هستش به توان دو و L2 هم این استدلال دفعه پیش میشه نشون داد که این بار مساوی با قدر مطلق x به علاوه a خواهد بود. درسته چون اینجا یک خط افقی داریم این بار که فاصلش برابر با x قدر مطلق x به علاوه a خواهد بود خب مجددا اگر قرار بدیم l1 مساوی l2 و روابط رو جایگزین بکنیم خواهیم داشت رادیکال x من های a به توان دو به علاوه y2 مساوی هستش با قدر مطلق x به علاوه a این حالتی که برای سهمی عمودی داشتیم میتونیم اینجا هم دو طرف رو به توان دو برسونیم جملات درجه دو رو بس بدیم و اون چیزهایی که ساده میشه رو از دو طرف ساده بکنیم برای اینکه یه مقدار توی وقت صرف جوی بکنیم من این مرحله رو دیگه انجام نمیدم و فقط رابطه نهایی که به دست میاد رو براتون مینویسم نهایتا خواهیم داشت در این حالت وای دو مساوی با چهار ax این معادله استاندارد یک سهمی افقی به آه، کانون آ و صف و رأس مبدع مختصات هستش دقت بکنید که اینجا هم باز این معادله هم برای حالت آ بزرگتر از صف و هم برای حالت آ کوچیکتر از صف صادق هستش و تنها فرقشون توی چی هستش حالت آ بزرگتر از صف رو که اینجا داریم سهمی خواهد بود که به دست راست باز میشه این کانونش هستش و این هم خط هادیش و برای آ کوچیکتر از صف دقیقا میبینیم که قانون در سمت چپ قرار میگیره و خط هادی در سمت راست قرار میگیره پس هادی بون این بار به... از میخوام سهمی اون این بار به سمت چپ باز میشه و این هم خط هادیمون خیلی سریع برای اینکه بتونید مقایسه بکنید معادله قبلی که به دست آورده بودیم من اینجا براتون می نویسم قبلا به دست آوردیم x2 مساوی 4 a y پس می بینید در مقایسه با این دوتا دقیقا جای x و y عوض شده وقتی که از سهمی افقی به سهمی عمودی می که این هم هم برای a بزرگتر از صفر و هم برای a کوچیکتر از صفر صادق هستش حالت a بزرگتر از سهمی رو به بالا بود اینجا کانون و اینجا خط هادی و حالت آ تر از سهمی رو به پایین باز میشد و اینجا قانون سهمی بود و این هم خط هادیش خب این پس چهار حالت معادله استاندارد سهمی رو به امید در حقیقت در فقط دو معادله هستش برای سهمی های افقی و عمودی و بسته به اینکه مقدار آ مثبت یا منفی باشه جهت باز شدن سهمیمون تعیین میشه خب یه مقدار اضافه تر از وقتم من صحبت کردم ببخشید جلسه بعدی بیشتر در مورد سهمی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد خداحافظ